بسم الله الرحمن الرحیم. یک کسی نزدیک بشه به زندگی اینها، ریز زندگی چه میگذشته، اون وقت خیلی فضائل و کمالات. وقتی امام زین العابدین این جمله رو میفرماند، امام معصوم میفرماند رحم الله عمی العباس، خدا عم عباس رو رحمت کنه، در قیامت مقامی در بین شهدا خود میبینند داره ایشون، بین شهدا، شهدای اولین و آخرین، که تمام شهدای اولین و آخرین به مقامش قبطه میخورن. قبطه نمیخورن چرا؟ شهید نشدن، همه شهیدن، شهدا هستن، تو خود شهدا خیلی رده بالاست. این دیگه مال اون امتیازهای شخصی بوده، نه صرف شهاده، صرف شهاده که همه شهیدن که شهدا، مال چیه؟ اون دیگه مال اون تربیت ها و مال اون کرامت ها و مال اون اخلاقیات و اینا. ببینید زمان اون وقت میگذشت، بله اینطور بود دیگه، بعد اون شرایط اون زمان. الان ما نشستیم، قدرت جهانی شده موشک و بمب و اینا، با این دعوا ها میترسن داشته باشه. اونجا الان دیگه زور بازو و شمشیر و لیزه و تیر انداختن با تو اینا نیستش. قدرت ها میخوان به هم ارزندان چی کنند، های موشک هاشون رو چی میکنند به ما بتونیم. امروز اخبار میگفت موشک ایران اون آقای چیز 2000 کیلومتر رو میزنه. همه امروز دوری ببینید الان اینجور شده. اون زمان زور بدن مطرح بود، بدن ها به هم میرسیدن، دعوات زور مشتمل بر شمشیر زدن، نیزه زدن، گر زدم، دعواهای اونجوری، چاره اونجوری بود دیگه، شرایط اینجوری بود. شو این یه مطلب که داشته باشیم، شرایط اینطور بوده. یه مطلبی که بدونیم اینو، الان که پیغمبر از غار حرا داره میاد پایین، میخوام ببینم تون اون زمان که جاهلیت بود، حالا یا اسلام حالا بیاد، حالا یا شاش مسلمان بشن، اخلاقی های اسلامی بیاد اینو. قانون، قانون جنگل بودش، هر کی زورش میرسید الحق لمن غلب، اینجوری بود دیگه، زور بود. طایفه ها از هم حمایت میکردن، اون یه پهلوان داشتن، اون از اون میترسیدن، همش همین داستان، داستان زور بدن و قدرت و اینا. بعد حساب میکردن دیگه. خوب یه همچه بساطی دنیای اینجوری بود دیگه، این دنیا این بساطی داشت. ما میبینیم امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه به عقیل، برادرشون عقیل، امتیازهای داشت شخصا، شده عقیل. اصلا خود عقیل سنش از حضرت علی 20 سال بزرگتر بود. اون جعفر، جعفر طیار 10 سال از حضرت علی بزرگتر بود که شهید شده اینا، این عقیل 20 سال بزرگتر بود. یه برادر دیگری داشت حضرت علی، به پسر ابو طالب، اسمش طالب بود، اون 30 سال بزرگتر بود، منتها اون زود از دنیا رفت. اصلا به همین خاطر بهش میگن ابو طالب، چون پسرش اسمش طالب بوده، منتها اون زود از دنیا رفت. اون طالب هم سن پیغمبر بود، چون پیغمبرم 30 سال از حضرت علی بزرگتر بود. اون بود. حالا این عقیل چیزای عرب و بلد بود، اینا هم طایفه چندونن، هم چند پولاشون چقدر، شتران هم مردم اخلاقشون چجوریه، پهلمون زیاد دارن، نمیدونم شمشیر زن زیاد دارن، و انواع این اطلاعات اینجوری داشت. خوبه داشت، امتیازی بود. آقا بهش میفرماند که ببینید، برای اینکه تاریخ دستتون بیاد، حضرت عزیز عباس در سنه 61 هجری تو کربلا که شهید شد 34 سالش بود. 61 رو می‌نویسیم بالا، 34 رو زیرش کم کنید چقدر میشه؟ 27. سنه 27 هجری این آقا به دنیا آمده. پیغمبر 10 هجری از دنیا رفته، 2 سال ابوبکر سر کار بوده، میشه 12 هجری، 10 سال عمر بعدش سر کار بوده، میشه چقدر؟ میشه 22. این زمان عثمان بوده، 27 سال بعد از هجرت، اون وقتا بودش. عثمان 13 سال خوب طول کشید کارش. حالا آقا میفرماد عقیل طایفه ای رو که شجاعت و جوان مردی، آخه بعضی ها شجاعت رو داشتن ولی نامرد بودن، به قول ما آفتبا داز دل دوز بودن، زور داشتن ولی نه خیلی مردانه، جوان مرد،
برو یک زنی برای من گیر بیار برای اینجا همچی طایفه‌ای. اما خود زننده هیکلش درشت باشه، قوی باشه، چی باشه اینطور اینطور. اون وقت عقل گفت آقا زن شما میخوای بگیری یا میخوای پهلوان بگیری؟ آقا زن و نه این که میخوام. حالا علتش من که اینجا خدمتتون هستم، پدر خانم ما معلوم های نجفی، زن اولی که گرفته بوده که دو تا دختر زایید اون زن و یه پسر رو مرحوم شده بوده که اون دختر اولش هم زن منه، یعنی که بزرگترین اولاد های نجفی شده عیال. اون زن خودش هیکلش کوچیک بوده، نتیجتا زن من و خواهرش و اون پسر، زن دومش قد بلنده آقای نجفی، هنوز زنده است، اون هست، از خیلی قدش بلنده. مثلا مشهد رفته بودیم زنها کجان تا نگاه کردیم، اون کسی بلندتر بود، اون همون بود، خیلی قد بلنده. بچه هاش همه بلند قد، یه دونه پدر مثلا اون بچهش که از اون زن است، فکرش از منم کوچکتره، پسر اون علی آقا بشم. از این زن تمام پسر دخترها بلندن، اصلا دختراش هم بلند قدن خیلی، چون زنه دروش هیکله، زن دروشه. که آقا میفرماد زنی که اینطور باشه اینطور باشه، اون هیکل و اون اندام و اینا و صفات روحی اون طایفه اینا. خب رفت مادر ارسب باسون، اونم اسمش فاطمه بود اتفاقا، ولی قبیله منی کلاب بودش. سابقا قبیله ها که یه دختری مثلا شوهر میدادن یه جایی، روی تعصب به حساب قبیلگی تمام مردمان قبیله بچه های اونو مثلا خودشون رو دایی اون حساب میکردن، اینجوری بود. گفتش که به عبدالله زیاد گفتش شمر که برای پسر خواهر من، نه خواهره که با پدری که باشه، یعنی هم قبیله اونجا هستن، امان نامه بنویس که یه امان نامه برای هست عباس و سه تا برادر دیگرش که رو هم چهار تا بودن گرفت از عبدالله. اون وقت آمده بود پشت خیمه ها صدا میزد اینه بنو اختی، پسران خواهر من کجاست؟ ما گویه مدای خیر کرده جدی شم دای هست عباس بوده راست راستی، یعنی ننش و شم یه ننه زایده، نه اون مال اون قبیله بوده، اینا که دای بوده. میگوزش که شم دای هست عباس بوده، بابا شم مال قبیله بنی کلاب بود، از این قبیله دختر شوهر کرده بود، اصلا سرشناس اینا میدونستن، این بچه هاشون میگفتن بنی اخته، همه مثل خواهر هستم، اونجوری بود. حالا جناب فاطمه که ملبنین است، چون پسر هیزایید مادر پسر ها لقبش هر سباس، همه قد مشالله خیلی بدن قوی بود و قد بلند بودش خیلی. من اسبای درش هیکلم دیدم، حالا شما وقت ممکنه اسب متوجه اسبای خیلی درش تو محلات دیدم، ایشون اسبی که سوار می‌شده اسب درشتی رو سوار می‌شد، چون هیکل بزرگ بود. همین اسب درش وقتی پا می‌رفت تو رکاب، زانو می‌مد مقابل گوش اسب می‌رفت تو رکاب، وقتی پاشو در می آورد پا رو زمین کشیده می‌شد، یه همچین هیکلی داشت، بلند خیلی بود، خیلی بلند، ما هیکل درشت. معمولا آدم های هیکل درشت قیافه قشنگی ندارن، معمولا رفشن هیکل درشت. این اتفاقا بنی هاشمی ها همشون زیبا بودن. یک کسی میگفتش که وقتی میرفتیم تو محل بنی هاشم مثل که اومدیم تو خوشگلسون، همشون زیبا. اومد این عباس انقدر زیبا بود تو بنی هاشم که میگن قمر بنی هاشم، نه قمر همه، قمر بنی هاشم، یعنی تو خوشگلا قمر من. خیلی زیبا هم بوده بدن درشت و اینا، همه سر جاش، اومد زیبایی عجیبی کم میشه آدم های هیکل درشت در پوزت بیارید، اون زیبایی عجیب رو ندارن. این لب زیبا بوده خیلی، و شهرت این بدن و این زیبایی اونقدر بوده که یه دفعه تجارتشون رفتن شام، نه که زمان کربلا قبل ها کار شام، شنیده بودن علی همچی پسریم اینقدر برای تماشا زن و مرد اومدن که اصلا بازارا تعطیل شد، کار کاسیب ساقط شد، که ارسطو باز اصلا نقاب زد و رفت که برن مردم، برن به زندگیشون برسن، ترافیک و اینا. خیلی زیبا بوده، خیلی حالا بدن و هیکل و زیبایی هم داشته. خب از اینا همه زیباتر اون تربیتی بود که ارسطو رو این کرده بود، خیلی ویژه رویشون کار میکرد.
در سفین ایشون سنش 14 سال بوده، داشتن دعوا میکردن دیگه جنگ. یه وقتی معاویه نگاه کردیدش که یه نفر از تو خیمه ها اومد بیرون، حالا در فاصله دور ریزه کزیاد خیلی میشه دید، خب خیمه ها مثلا 300-400 متر فاصله بود، اون وقتا تیر تا 200 متر میرفت، باید فاصله جوری باشه به هم تیر نتونم بزن، مثلا 300-350 دید از این خیمه کسی آمد بیرون، شمشیر نداره دستش، ولی همچه که اومد تو میدون به هر که اینجوری با مش میزنه سرش پخش میشه، دوتا سرها رو میکوبه به هم، تو کلاه خود و اینا له میشه میرزه زمین. همطوری تعجب کردیم کیم قویه، ولی دویدن بردندش، صداش کردن، گفتن پدرت میگه بیا نرو. حالا داستان چی بوده؟ معاویه بنا داشت تو جنگ صفین نسل بنی هاشم رو برمیندازه، حالا هر کی میخواد باشه، خبر میدونن تو میدون مثلا یه بنی هاشمی رو که کشته مثلا میلیارد پول میداد، چیز جدی بگیرد آقا، میگشتن که یه بنی هاشمی باید بکشن برن پول رو بگیرن، نمیذاشتن آخر سلیم بنی هاشمی رو برن میدون، چون سر کشتنش پول میگرفتن، این بود که صداش در کو بیا. کی بودی ندیده بود؟ گفتن که پسر علی داره از اون فاطمه کلابیه اسمش عباسه، اون اومد میدون، متاز زود اجازه جنگ نداشت، من بیجل سلاح آمده بود اونجا، دیدن علی این پسر خیلی قویه، بدن خیلی قویه و حالا قد بلند و این، حالا اونجور سابقه شو اونجور داشت. خب حالا یه مطلب، حالا مطلب دیگه ببینید، دشمنی ها به شدت بودش. علی ابن ابی طالب خوب دید اونجوری حق خورده شد تا 25 سالم که، حالا بعدم اومدن بیعت مثلا پیغمبر فرمود قبول کن، اگر نه اون بیعت هم قبول نمی کن. خب بیعت یه جسارت بزرگی بود به ایشون، بیا ما قبول کنیم که تو بیا رئیس مسلمان ها بشی، ما تو شما کاری نیسته که، خدا منو رئیس کرده، پیغمبر تو قدیر منو امیر کرد، سلم و علی بمرت المؤمنی، اون وقت هم حساب خواستیم خلد میکنیم ها، اونجوری هم بوده، این نمیشه عبادا نمیره، پیغمبر گفت قبول کنن، اگه نه قبول نمیره. حالا همیشه اینجوری، حالا صلاح بوده مصلحت. حالا امیرالمومنین حالا 5 سالی بود سر کار بود، حالا به تاریخ ها رو بدونیم و اینا. بعدش امام حسن و خب ما یه بار امام حسن درگیر شد و چو انقدر نفوذی و آدم هم کارو به صلح کشون، و اگه صلح نمیکنه و کرد کشت و کشتار میکردن، خیلی نفوذی عجیب، اونقدر نفوذی تو مدینه زیاد شده بود و اینا که امام حسن از خونه میمد بیرون بره مسجد زیر لباساش زره میپوشید، تیر میزدن از تو خونه ها، تیر کشنده، کی میزنه اینقدر نفوذی آمده، چون کار حکومتی دست معاویه افتاد، این آب سب سلال کناره. اومد شروع کرد معاویه که وضع مدینه رو خراب کنه، که وقت تربیت نکنن اینا مردم رو، تعداد قابل زیادی پسر که لوات بده از توی شام پیدا کرده بود، پسر این کاره به صورت کاروان اینا میرفستد تو مدینه، پول حسابی که حتما صبح تا شب 10-15 لواتو بدید مفت، مردم خراب کنن. زنهای فاحشه زیبا فرستاده بود که صبح تا شب فاحشگی کنن تو مردم مفتی و خراب کنن جوانا رو. دستتون بده مجانش هستون، خیلی راحت رخمه مدینه همه پرونش همچی چون کس اینا کس تربیت نکنه، تربیت ها اثر نذاره رو مردم، طرفدار پیدا نکنه، اینا داشته باشید. صبح تا شب حکومت مدینه نقشه میکشید که یه جوری کنفت کنه امام حسن و امام حسین و اینا رو اذیت کنه، مثلا برفسته تو کشاورزی ها شکم اسبشون رو پاره کنه، سر دعوای بی خودی باباشون رو کسی چاقو بزنه، مثلا بوزشون رو سر بباره، بچهشون رو بگیره بزنه، اصلا مأمور بودن دا مأمور حکومتی، اون وقت حکومت هم دست ایناست دیگه، بعدا دعوا ساخته و چیزی نیست همجوری. خب اینجا و آب ریزی را بندازن، بگن زن فلانی رو فلان کرد، دخترش رو فلان کرد،
اینجا یه کاری باید میشد الان، الان که امام مثلا برگشت تو مدینه بعد از حالا تاریخش دستتون بیاد، سنه 40 هجری حضرت علی از دنیا رفته، سنه 40 هجری 20 سال دیگه داریم تا کربلا، و تو کربلا ایشون 14 سالش بود حضرت عباس. حالا آمدن مثلا ما مثلا مدتی سر کار بود، شاید یه سال هم نشد، سال کردند و چه اومد مدینه میشه 15 ساله، ولی خب بالغ و قوی و اینا. سختی کار حضرت عباس شما ایشون این کاری که ابو طالب برای پیغمبر میکرد، پیغمبر کارش که شروع کرد شک نبود که روز اول تیکه تیکش میکرد، انقدر بود پرستا بد بودند و بدشون اومد بود با بوتای ما جسارت میکنی به تو چه تو کسی دروغ میگوینا. ابو طالب حفظ میکرد، حفظ نمیکرد که این پیغمبره، میگو نه امبال بنی هاشم به تو چه طایفیه، مخته طایفه ها از هم حمایت میکرد، پس برادر من به تو چه. حالا ابو طالب که پیغمبر بزرگم کرده بود، چون از 8 سال دیگه آمد خونه پیغمبر، بعد از اون خوراش بود تا وقتی زن گرفت. نه که دین و اینا نه به تو چه دروم میگه، خب به تو چه دروم بهش ایمان نیار بر بکار حق نداره جسارت کنی اینجوری. اون وقت بنی هاشمی رو کاملا داشت که قوی بودند اینا، که وقت قصد کشتن و زدن و اینا نکن، خب ایمان نیار رو چکار داریم. دیدن که اینجوری نمیشه و ابی طالب دفاع میکنه، بچه ها رو تحریک میکردن سنگ بزنن به پیغمبر تو کوچه میاد، از رو پشتمون ها کوچه ها در برن مشرک. هر سلی از پیغمبر اجازه گرفت من دنبال این بچه ها بکنم، هر سلی 10 سالش بود پیغمبر کارش شروع کرد، حالا دیگه یواشاش میشه 12-13. اون روز که هجرت کردن هر سلی 23 سالش بود، این 13 سال شما 10-1 بری جلو، ولی حکر درش بود قوی بود. دنبال بچه ها میکرد و بچه ها میگرفت، مخصوصا چی میکرد بوشاش رو چی میکرد فیلم کرد بید. بله ما نباستن حالا اونجوری دعوارا مثلا فرض کنید که میگفتن گوشش گاز میگره، نه بره خونه و اینا میگه، میترسیدن بچه ها قوی هم بودش، همه هم حریف نم خود میزدن و سنگ میزدن دیگه، چهار قدم میرن 10 تا سنگ میمد از پشت منا، سنگ های بزرگ. ببینید چه بساطی بودش داشت میگذشت. حضرت عباس جوانای بنی هاشم رو تمام جمع کرده بود تا کلاس ها، کلاس ایدئولوژی جدی. درسته ما میخوایم نزانیم امام حسن تو کوچه میره کسی توف کنه، زنگ پرت کنه، فوش بده، زن شلوارش بکشه پایین که بی ادبی کنه، میکردن همه شرارت، یعنی یه جوری که هم آبروزی نشه هم جرأت نکنن اذیتی بکنن، کاملا تعلیم میداد، یعنی هرچی صورت کار به زشتی نکشه. علتش این بود که کار به حکومت میکشید، حکومت دست همینا بودش، اینا که حکومت سنبل میکنم برم زندان هم میکنم داره بیرون میکنم گفت تو زندانه بی خودی. اون وقت تمام مسئولیت میداد، یعنی کار هر سباز شما شب عاشورا تو کربلا تو حسینیه ما که تعزیه هستش، اگه باشید اونجا میبینید که شب عاشورا هر سباز داره پاسداری میده حرم و خطر دیگه فردا روز عاشورا بود. نه حضرت عباس همین یه شب پاسداری نمیداد، تمام این مدت بعد از حضرت علی که 20 سال میشد تا الان که کربلاست، همش مشغول بود تو شهر، شهر مدینه. جوونا مسئولیت میاد، شما اون کوچه باش اونجا رو ببین، شما کشاورزی رو بپا، اونو ببین جرأت نکنن. اما در اینا دعوای بی خودی هم نیفته، اونم خودش شهر رو آبروزی میشه، خب فوش کاری میکرد، یه مواظبت منتها ماشاءالله اینقدر بدن قوی بود و چه و اینا، نه راستی جرأت بدنی ایشون هم نمیگه، کسی نمیتونست لات بازی در بیاره، مچالش میکرد این بودش ها. ولی خب نه اینکه دعوا اصلا را بیفته، جلو گیری فلان شب روز نصف شب هیچ عبایی نداشتم بریزن ما مثلا تو خونه تیکه تیکه کنم بگن دعوا سر یه چیزی بود و نم به قبیله چی رو میگیریم و میکشیم و میکشیم، نه اینکه به دعوای ساختگی، یا تو کوچه داره میره بگن نه یه زن سنگ زد و یه بچه و در ساختگی، نه نمیذاشتن آبروزی را بندازن و کار بید. خیلی کار سختی بوده، 20 سال شب و روز با این جوونا. اومد داستان روز، علم روز که چجوری کنیم که به
استهجان بعدی کشیده نشه، در این حال اینا حفظ بشن، تا آبرو حفظ بشه، زنها حفظ بشن، دخترها حفظ بشن، بگو اول یه همچه بساطی میگذشت. خیلی مشکله، مشکل اینجور، حکومت دست دیگری است، این فقط با توان و سیاست و جوونا و اینا نذارن اینا شرارت کنن. از خدا میخواست بنی امیه که دعوای محلی را بندازن، دعوا که دائما عربا با هم دعوا داشت، امام حسن امام حسین یه جوری تا دعوا ها کشته بشن کار بون کشت و کشتارای رسمی نکشه، اونا کربلا یه چیز رسمی شد، آبروشون هم رفت، ده اونا نمیذاشتن اونجوری که بشه کنه، اونا ببینید جون ببینید چی میگذشته. امیرالمومنین وقتی تو کوفه بودن، این 5 سالی که حکومت میکردن، یه پادگانی تأسیس کردن، نخیله اسمش بود، پادگان نخیله. تو سریال امام علی این پادگان رو نشون میدادن، منتها چون مردم ما اطلاعات تاریخشون 300 میلیون درجه زیر صفر، ای بون صفر صفر شکایت میکنه قیامت، هیچی بلد نیست، هیچ راحت شما بخواهی هیچ اسلام و تاریخ هست، هیچ دو رکعت نماز رساله میخوانه، حواسشون نبود. تو پادگانه قشنگ عمل میکردن، دائما داشتن تمرین نظامی میکردن، مثلا کسی باید بلد بشه. خب پادگانه ببینید جنگای سابق بدون تمرین نمیشدش. این آقایی که آمد وزنه رو بلند کرد برای ما، اون وزنه بردارم، اون آقا که اسم شریف شد، میگفت من روزی چند تن آهن کار میکنم، روزی، نه اینکه میرم خونم سر مسابقه میام آمریکا اونجور میکنم. میگه اگه با هم کار نکنه نمیتونه، باید دائما این بدن کار کنه. جنگی که میخواد با شمشیر بشه، تو شمشیر و گرز و اینا هر تمرین دائمی میخواد، بعد بدن میفته. یه دونه از شمشیرهای هر سری هست توی موزه الان، نم کجا موزه است، 74 کیلوه این هر شمشیر. اسباب بازی شما میبینه کنی که آدم کش، این برن نمیشه باش کش، بزنی کج میشه. شمشیری که بزنه به فرق طرف از وسط مرکب بیاد پایین، این همه آدم و گوشت رو نصف کنه، ساتور چیه؟ باید چیزی بشه، هم آهنش، هم وزش، هم لبه هاش، هم قدرتش، هم بدن قوی. بله 74 کیلو دست هر کنه ما بینه جدا نمیتونیم بلند کنیم، تا چه برسه کسی دست بگیره و باش بزنه. اینجوری بود که کشت و کشت هم میخواستم بکنم، بازی که نمیخواستم بکنم. اینا هی تمرین باید میکردن جنگجو. اما لشکر 5 تا جا داشت، یه عده جلو میرفتن، اونا یه تمرین های خاصی در قلب لشکر، میمنه، میسره، به عقب لشکر، هر کدوم یه چیزای نظامی خاصی باید بلد باشن. تیراندازی تمرین داشت، نیزه زدن تمرین داشت، خود شمشیر زدن داشت و انواع کارهای جنگی. بعض وقتا هر سری کوفه که آمدن فرمودن که هر کس با خرج خودش ببینید یاد بگیریم همه چی رو، همجور که وضو رو یاد میگیریم از اینا، غسل و مملکت دین هم یاد بگیریم، خرج کردن خودش نمیذاشت. گفت هر کدومتون با شمشیر خودتون، با سلاح خودتون، با خرج دینار بود اینجا دادن میشه، بیاید 8 ساعت تو این پادگانه باشید که 3 تا 8 ساعت خالی نباشید، چون یه نصف شب لشکر میاد آماده حمله باشه. من فقط شرط میکنم شما اهل بهشتید، شرط. الان اگر یه مقدار مواد غذایی اینجا باشه، مثلا نونه باشه، پنیر من بردارم بذارم و بپیچم، عرب به میگن لقمه، لقمه یعنی آماده شد. اینا رو چون شرط کرده بود باشون که پول که نمیگرفتم، میری بهشت تو کوچه میفتن اینا شورتن، یعنی شرط شده باشون، پول مولی خبر نیست. یواش یواش حالا ها به پلیس ها میگن شورته، این از زمان حضرتعلی درست شده، بخاطر اون شرطه بودش، شورته یعنی این بخاطر اون شرطه میره اونجا کار میکنه، لغت مون برای پلیس ها میگن شورت. 6000 نفر نام نویسی کردن تو شورته تول خمیس توی به ساب پادگانه خونو خیلی، هر 8 ساعتی 2000 نفر بودن. چرا؟ برای اینکه یه دو مشب لشکر میریزه تو شهر، خب لشکر که خب یواش یواش تا بیاد طرف خواب بشه و شمشیرش کجاست تو چوب فورا حمله کنن، کار چاره نبوده، لش جنگای سابق مملکت داری یا اینجوری بوده. گفتش که طرف تعریف کرد بین نفر، گفت من یه غلامی دارم، حالا مثلا اسمش حسنه، حالا مثلا، حالا که اینقدر این زرنگ محل دنبال کاری میفرستمش، همون که فکر میکنه میکنه.
صدا زد گفت حسن بنامد. گفت میره فلان جا، یه جایی میدونستن کجاست، مثلا یه رو بده و بیا. رفتش همجوری به تناسبی که وقت میبرد، گفت الان کفشش پوشید، الان در رب بیرون، همجوری هرچی وقت میبرد تو صبر میکرد. الان رفت رفت مثلا در 20 دقیقه طول میکشد، الان رسید داد، حالا داره برمیگرده، تا وقتی که رو حساب دیگه الان باید پشت سر بشه. گفت حسن؟ گفت بله. ای خیلی تعجب که عجب. گفت رفتی؟ گفت دنبال لنگ کفشم میگرده، دنبال لنگ کفشش میشه. گفت این چقدر زرنگه، حالا نمیشه، لشکر حمله کرده از خواب پا شده، اصلا شمشیرش کجاست؟ اصلا سپرش رو گم کرده، باید آماده باشن جنگ. دنبال لنگ کفشش نگرده. خب حالا گاهی اوقات اینا همیشه اونجا توشون تمرین میکردن، موقعی نمازی که از ائمه میرفتن، مثلا یه امام حسن و اشعری، چون نماز جماعت ها ظهر مغرب شا اینا 2000 نفر مأمون بودن دیگه، 2000 تا خیلی. بعض وقتا حضرت علی تمرین اونجا، این حضرت عباس رو میبرد تو همین شرطت الخمیس تمرین نظامی میدادش. دیگه از سن 12 13 14 سالگی، چون دیگه سفین دیگه آخر بود که 14 15 سال، مثلا بدن دروش بود، خیلی قوی بود. تمام این مربی های ورزشی و مربی جنگی که انواع مربی ها ول میکردن، خود مربی ها به نرسلی چیزی به یاد میده، خیلی بکر بود، همه خود نرسلی شجاعت فرد بود. چجوری یاد زره میپوشندن به یه نفر تمام عیار، پا و سر و کلا خود و همه چی و همه چی. بس از دباس میگفتش که این بدنشو ضربه بزن بشن، از بدن زیر این زره های ناست، کلا خود همه پوشیده و فلان. من یادش میداد که چجوری چه کنه که یه حرکتی چی بکنه، اینجوری بشه اونجور بشه که بتونی از پایین بتونی شمشیر داخل کنی که اون وقت بدنشو بزنی. خب چاره بلدی میخواستش. یاد میگیرم سوار اسب میشدن حضرت عباس و حضرت علی، سرعت از اون سرعت های عجیب غریب سرعت داشتن میرفتن، یه جاهاشون رو عوض میکردن، این میبرد روی این اسب اون میرفت، یاد میدادن چجوری تو این سرعت جا رو عوض. سخترش برعکس بوده، اون از اون ور میبرد، از این ور به هم که میرسن جا رو عوض کن، اون خیلی سختره، چون میدیدن چجوری یهو همجوری که دارن اسبا میرن نیستن سر با سوارا، میچرخیدن زیر شکم اسب، پاهاشون چی بود بالا، سوارا کجا رفتن، اومد یخ میکشیدن خودشونو بالا. یاد میداد چجوری زیر شکم بود، چجوری بالا بیا، چجوری جا به جا بشیم، بلدی میخواد. من که خیلی، من اسب و خونسار اسب میارن، اصلا اسب رو از دور میبینم میترسم نزدیکش برم، سواری که هیچ. ببینید این جمع شدن همه تماشا که چجوری، چون خودش هم خیلی شجاع بود پسرم. یه دفعه تمرین نظامیشون داده بودن، حالا به قول ما داشتن استراحت میکرد، حالا تموم شد. حضرت عباس حالا هیکل خیلی قوی بود اینا بمونه، این موجه های چشم، مشال صورت و همه چی، خیلی موجه های زیبای دراز و زیبا و اینا، حضرت علی بغلش کرد موجه هاشو ماچ کرد، فرمودن در کربلا میری تو آب، آب نخور. کوچش دستورا قبلا داده شده است. اومد آب ببره برای امام حسین روز عاشورا، تو رو آب رفت، تعداد صحبت که آبم بلند کرد، خب آبا رو ریخت، یاد دستور پدر اومد. ببینید آب اونجا خوردنش هم عاقلانه بود، هم گاهی واجب بود شرعن، چون میخواد جنگ کنه، دشمن رو دفاع کنه، اونجا کار احترام نیستش. منتها حالا مده های بلند نیست، میگه به احترام امام حسین، آب احترام امام حسین رو گره کنه، نکشندش، آب میخورد، حضورش آب نبود، تو خیمه آب بخوره، جون داشته باشه، چهار پنج ساعت دیگه جنگ کنه. نه اونجا نبود. هست علی گفت حالا چه مصلحتی نخور آب چشم، دستورا حالا چه حکمت هایی توش بنانه، اینجوری تربیت ها میشودش. این هست عباس یه قلم یا پرشپلو هرستری درس دینی میخوند، درس هرچی همه چی میگفت، یا پلو برادر شما مثلا، یا پلو امام حسین، راستاسی شاگرد میکردن دا، نه که وقت بگذارنن، یه دانشمند بزرگی شد. الان تو کربلا بعد از خود امام حسین و بعد از امام زین العابدین که امام معصوم از بچگی همه چوری میدونن، و غیر از امام محمد باقر، امام محمد باقر تو کربلا 4 ساله بود،
ائمه از تو شکم مادر همه چی میدونن، غیر از این چهار تا که الله علمشون خدایه، هر سباس از همه باسوادتر بشه. قرآن، دین، فقه، همه چی درس میکنه، خیلی کمال زیادی با کمال. اون وقت تو شرایط چگونه این احترام من این کار رو انجام بده؟ شما تاریخ کربلا رو باز کنید، ناسخ التواریخ زحمت کشیدن، تاریخ مفصل خوبی است، مجلدات امام حسین هم 3 جلده، جلد هم هست، خیلی ریز قضایا رو نوشتن. شما از امام حسین که مدینه حرکت میکنه و میاد مکه و مدتی و بعد میاد کوفه و قدم به قدم باش باشید، خیلی رجال سیاسی میامدن رو خیرخواهی، حالا به نظرشون آه شما کوفه نرید اینجوره فلان، این نظراتی میدادن، جواب میشنیدن اینا. تو تمام طول مسیر خیلی حرف بوده. حالا هر سباس نگاه کنید، همش بود اونجا باش، همراهش بود دیگه، نه هیچ وقت اینجور حرفا رو به امام حسین نزد. امام نمیدن نصیحتش کنن، امام هم بشین میدونه نه اونا رو سیادت خودش، امام باید اطاعت کنه، فرمان رو ببری، کار انجام بده، الان کاری که صلاحه بکنه اونجا دیگه به امام کنن. اطاعتی که بود، فهمیدگی شدیدی که بود، و الان صلاح یه چون. حالا میخوام بحث قرآنیش براتون بکنم. در سوره والضحا که این سوره مال خود پیغمبره، پشتش علم نشر هم مال پیغمبره، صفحه 596 قرآن، 596 اون وسط صفحه سوره الضحا. سوره الضحا همش مال پیغمبره، بیاد پایین تا سوره شرح، این هم مال پیغمبره. علم نشرح لحک صدرک، خدا به پیغمبر میگه آیا سینه تو رو شرح صدر ندادیم؟ فرمودن شرح و صدر آلت و رئاسه، کسی که بخواد برای مردم رئاست کنه، مردم رو اداره کنه، شرح صدر احتیاج داره. شرح صدر اینه همه رو بتونه تحمل کنه، با بچه به خورنده خودش، با زن، مرد، پیر مرد، جوان، عالم، شرس، همه رو تحمل داشت. آیا شرح صد به تو ندادیم؟ و وضعنا عنک وزرک، بار تو برداشتیم. بار پیغمبر چی بود؟ الذی انقذ ظهرک، این بار ستون فقرات تو میشکست، انقذ یعنی میشکست، زیر انقذ سهره، اون ترجمه از فارسی بخونید، آن بار میشکست. چه باری بوده که پشت ستون فقرات پیغمبر میشکست؟ چی بوده؟ خدا برداشته. پیغمبر از سال دوم هجری جنگ بهش تحمیل شد، ایشون جنگ نمیکرد، جنگی نبود. تو مکه انقدر کشته دادن، انقدر هجرت کردن، انقدر مسلمان رو کشتن، پدر عمار یاسر رو کشتن، مادرشو، یه پاشو بستن به شوته پر وسط به شمشیر نسپرد، نه دست در برای دفاع هم دست در نمی آورد. وقتی ابو سفیان سال دوم لشکر جمع کرد و اومد مدینه، 1000 نفر که حالا اومد، آیه حالا اومدش سوره حج، سوره 22 قرآن، الان بیارم صفحه شو، بله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اذن للذین یقاتلون، صفحه بالای صفحه است، بله 337، اون بالای بالاست، 337، اجازه داده شد به کسانی که یقاتلون، یعنی شما یقاتلون نیستید، اومدن میخوان بجنگن با تون، یه نفر راه افتاده اومده میخواد منو بزنه، من که اینجا کاری ندارم، حالا که میخوان بزنندت، تو رو میخوان بزنندت، تو دفاع کن از خودت. اجازه داده شد به کسانی که اومدن باشون به جنگن که دفاع کنن، به انهم ظلمو، مکه خونه زندگی بیرونتون کردن، همه چو فرستادن، این همه گرفتاری، تازه اومدن اینجا بکشندتون، و ان الله علی نصرهم لقدیر. شما کسانی بودید که الذین اخرجوا من دیارهم، اخونه هاتون بیرونتون کردن به غیر حق، حقی نداشتن، الا ان یقولوا ربنا الله، میگفتن ما خدا بپرستیم، خب به تو چون ما خدا بپرستیم، گجور می نکرده بودیم، به خدا پرستی بینتون کردم. حالا دنبال آیه، دستور جنگ آمد. اوائل انقلاب تو مجلس گفتن که تو مجلس
وزارت جنگ با نداریم در اسلام، ما وزارت دفاع داریم، چون آیه میگه اوزن للذین یقاتلون، اگه به جنگن دفاع میکنیم، نمیریم جنگ کنیم. آقای خمینی نظرش این بودش که دفاع ابتدا جنگ ابتدایی رو فقیه نمیتونه انجام بده، ولی دفاع چرا؟ البته خامنه میگه میتونه، حالا اون اختلاف فقیست، یعنی کسی با ما کار نداره، دعوای نداره، را بفتیم بریم جنگ. خمینی میگه اجازه ندارم فوقان این کار بکنم، فتواش این بود. خامنه میگه داره اون اختلاف فقیست، ولی پیغمبر جنگ نمیکرد، دفاع داره میکنه. خب یه قاتلون اومدن، خب چه کنیم؟ واسطه بکشنده. داستان جنگ و کشت و کشتار داستان سختیه، خیلی زود چه نشید چون مطلب اینجا در سوره نساء اومدش آیه به پیغمبر اینا به هم یه وقت اومده اومد به پیغمبر اینجا اونجا سیده همین آیه اینجا بذارید اون آیه اونجا بذارید. سوره نساء میخوام آیه براتون بیارم که خدا به شخص پیغمبر میفرماد من به تو میگم برو جنگ کن، شخص خودت برو اینو در لشکر میان برو بجنگ. صفحه 91 قرآن، از اون بالای صفحه بیاد وسطای صفحه تا وسطای صفحه بیاد اونجا که نوشته 83 این آیه رو یه نفر بخون، 83 پشتش بخون. قاتل ها ها بله درسته. قاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسه. احسن. ببینید آیه داره با یه نفر حرف میزنه، قاتل، نمیگه قاتلو، قاتل تو، میگه محمد برو جنگ کن در راه خدا. لا تکلف الا نفسك، تکلیف نمیشه مگر شخص خود تو که اسم ننت آمن از پدر عبدالله، من به هیچ کس نمیگم، تو برو جنگ. دقت کنید تا بی خود آیه اومده به لا تکلف الا نفسك، تکلیف نمیشه مگر تو. هر ذل مؤمنین علی القتال، بگو برای مؤمنین جنگ ثواب داره، اجدار شهید بشین، دور هر که اومد نیومد. پیغمبر زره پوشید فرمود هیچ کس نیاد من میرم، باید برم، به من دستور آمده. ولی خب اینطور ثواب داره، ثواب 313 تا آمدم جنگ اول، یعنی هیچ کس نمیاد ایشون میرم. تو کربلا هم همطور بود، امام حسین میفرمود به هیچ کدوم تو کار ندارم، با من کار برید، همتون باشید من شهید میشم نباشم، یعنی میگه برید منو میخوان بکشن. چرا تو جنگ باید مختارانه بیان، باید احساس تکلیف بکنن، به زور و نمیدونم طمع و اینا نیستش، جنگ غیر از چیز دیگه است، برای خدا باید بیان. کشتن دیگه طرفش کشتن، یا دست قطع میشه، با قطع میشه، چشم کور میشه، یا آخرش آدم شهید میشه، بالاخره جدیه اینا، حساب کتابه. فقاتل فی سبیل الله لا تکلف نفس لا تکلف الا نفسك و حرز المؤمنین على القتال. حالا اینا رو گفتم برای شما خود ذهن آمده بشه. ببینید امام حسین اینجور دارم کاملا اینجور جنگ کنیم اینا، حالا یه جایی که دیگه ناچار دفاع اینا، حضرت امام حسین بخواستن تو مدینه بکشنش، صاف دستور آمده بود از یزید که از اینا بیعت بگیرن یا نه سرشون رو برفسن. آقا نمیخواستن اونجا جنگ کنند و دعوا و اینا. اتفاقا همین ارسباس واقعا مثل ابزاری بود. حالا اون آیه که من خوش گفتم دنبالش هم بگم براتون، الذی انقض ظهرک، این وزرت رو برداشتم به توسط وزیرت، وزیر یعنی کسی که وزر برمیداره. پیغمبر دست ارسلی رو گرفت تو مدینه، همه نگاه میکردن، گفت خدایا برادرم موسی به تو گفت وجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشتد بهی ازری و اشرکو فی امری وجعل لی وزیرا من اهلی علیون اخی اشتد بهی ازری و اشرکو فی امری، علی رو وزیر من کن، بار منو بر. اگه تو جنگ ها که شروع شد پیغمبر تو میدان یه دونه شمشیر میکشید هیچ کس به دینش نمیگون، اگه بد بودم کینه توزی فلان. خب ما انقضا زهرک یعنی همین دیگه، الان اومدم بکشندت، خودت بخوای شمشیر بکشی دیگه کسی نمیاد به دین. من خودم سنم 12 سال حدودم بودش، خودم تو روزنامه خوندم یادمه مصر با اسرائیل دعوا شد، خیلی سال پیش سال 34 و اینا، تقریبا همون سال بود که فدایان اسلام تو ایران کشته شدم، من یادم بچه بود دعواشون شد، الان اگه تاریخ اسرائیل با مصر حمله کرد،
تو روزنامه نوشته بودن که اسرائیلی ها میگن ما میخوایم انتقام قلعه خیبر از مسلمان ها بگیریم. قلعه خیبر که یهودی ها پیغمبر رفته در قلعه را علی کنده رفته و فتح کرده، ما اهلا میخوایم هم مسلمان ها اینقدر کینه توزن. عرب اینطور کینه توزه باید نگه که ازش بکشه دیگه عمری با نسل خوب نمیشن. بله هر ستایل خوب نمیرفت میدون که همه شبه میرفت رفته میدون، ولی خب اودعهم احقادن. این تو دعای ندبه هستش، دعای ندبه فرمش امام شیشم هم بشه. کینه ها به وعیده گذاشت در قلباشون، بدریه، خیبریه، هننگنیه، غیرهون عثبت علا منام. تمام عرب تصمیم گرفتن علی رو بکشن، دشمن شدن، حقشو خورده بودن، همه دلا خنک شد. مسلمون شده بودن ولی اون نه مسلمون فلان، همش کینه توزی و فلان. حالا دیگه چرا زده پهلمون ما رو کشته، چرا داداش من رو کشته، چرا نم پهلمون قبیله ما رو کشته؟ خب جنگ ها اینجوریست دیگه. میگه پیغمبر اگه خودت میرفتی اصلا دین تو قبول نمیکردم، من به وجود علی این بارو برداشم. خود هر سری دلش میخواست فرزندی داشته باشه، همون خدمتی که خودش به پیغمبر کرده و به امام حسن موزن بکنه. عباس برای همین در واقعا خدمت بار از دوش اونا برمیداشون وزر و وبال گرم. حالا من چون خیلی طول کشیده اینه براتون بگم. آقا آمده بودن که مکه، بعد از مکه آمدن کوفه، بعد خبر آمد برای امام حسین. اینو براتون بگم، این داستان جاسوسی و نفرات خبرکشی همیشه بوده. خود امام حسین هم تو دربار معاویه و یزید آدم داشت، مخفی غلام بودن، خبر میدادن، خبر می آمده، اینا هم خبر دارن. دنیا همیشه این داستان جاسوسی توش بوده، همیشه بوده. خبر اومدش که 300 نفر مسلح از شام فرستاده یزید تو مکه، اینا تو کوچه ها خیابون ها این ور اون ور که امام حسین از خونش میاد بره حرم، بره کنار مکه کنار کعبه مثلا طوافی کنه، نمازی بخونه، دعوا ساختگی را مندازن تو دعوا دیگه دیگش کنن، یا 30-40-50 تایی به صورت های مختلفی و وسطش بگیرن کی به کیه تا بیان بفهمن اون تیکه تیکه شده باشه. 300 نفر مسلح جنگجو هست. عباس فهمید خبر بشه، جلوی همه جمعیت پرده کعبه رو گرفت و رفت رو پشتمون. پرده کعبه قویه، پرده از فرش گرفتره، خیلی گرفتره، کسی اینو بگیره مشت قوی میخواد اینو بتونه تو جنگ بگیره. بدن درشت رفت بالا کعبه، همه میدیدن واسات. فرمود که پدرم، یعنی پدرم علی، شما قریش اگه پدرم نبود میخواستید چه کنید چه کنید چه کنید، من پسر همونم و این حسین پسر رسول خود، والله اجازه جنگ به من بده مثل عقابی که گنجیش نابود میکنه میفتم تمامتون رو تیکه پاره میکنم. فهمیدن اینا، گفت تکون بخورید یه دونتون زنده نمیذارم. جرأت نکردن کاری بکنن. فهمیدن عباس اگه شمشیر بکشه 300 گیج 3000 تا مری بشنسن لازم بود، اگر نه تو مکه کار تموم میکردن. خبر آمدش که این حالا نشد، 80 نفر مسلح زیر احرام یزید آماده کرده، زیر احرام مخفی. اون وقت که میره رمی جمره کنه امام حسین، خود حج رسید دیگه، زمان حج میرن برای یهو اونجا دعوا ساختگی را بندازن زیر احرام ها، حسین رو بکشن که گردن مردم رو دعوا بندازن. آقا نرف هستن مکه رو، حج و بدل به عمره کرد، نرف هستن، آمد برای کوفه ده. اونجا رو نرف، بدننش نرف اونجا. بله ببینید همچین مشکلاتی داشت رو. خب امشب بس اون بشه. اللهم صل علی محمد.